ولی اگه کسی اعتقاد نداره جمع کنه از ایران بره رفتن رو به کسی خطاب کنم که آمده با شما که نیومده بودیم ما بودیم ریشه در خاک سرزمینم چه غریبانه تو با یاد وطن مینالی من چه گویم که غریب از دلم در وطنم الان هم میبینی نرفتم از این خراب شده و موندم حقم رو بگیرم اینجا همه مالبا. بچه ها همه رفتن اونایی هم که موندن یه جورایی گیره اما من خودم اصلا دلیل این همه رفتن رو نمیفهمم رفتن که دلیل نمیخواد موندن دلیل میخواد واقعا هر یه نفری که از ایران خارج میشه و میره من انگار یه خنجر به قلب من زده میشه و خیلی ناراحت میشم خیلی افسوس میخورم ولی بیا رو راست باشیم حتی با رفتن دردای ما التیام پیدا نمیکنه ما حتی اگه بریم هم نمیتونیم شادی رو به معنای واقعی کلمه لمس کنیم همیشه توی شادترین لحظاتمون جای عزیزامون خالی، جای کشورمون جای ریشههامون انگار ریشههامون توی گلدون جا مونده و ساقه و گلامون رو بردیم یه جای دیگه میدونی چی میخوام بگم برات دردای ما رو حتی مهاجرت درست نمیکنه سلام رفقا امیدوارم که حالتون خوب باشه هرچند میدونم که واقعا با شرایط این روزای ایران حتی گفتنش هم سخته چون واقعا حال دل هیچ کدوممون خوب نیست چه ماهایی که خارج از ایرانیم چه شماهایی که توی ایرانید و قطعا از ما خیلی بیشتر دارید سختی میکشید نقل قولی میکنم از یک کتابی به نام اسکین این یا پوست در بازی از نسیم نیکولاس طالب نویسنده آمریکایی لبنانی و میریم سر اصل مطلب این ویدیو که راجب تجربه من زندگی توی انگلستانه توی این دو سال توی این کتاب پوست در بازی میاد یک تئوری رو مطرح میکنه تحت عنوان نظریه اقلیت متعصب میاد میگه که در یک جامعه یک اقلیت سه چهار درصدی میتونن حکم فرما بشن اگر به اندازه کافی متعصب سختگیر و به قولی کل خر باشن در حالی که اکثریت اون جامعه اونها رو دوست ندارن دوست ندارن اونجوری که اونها میخوان زندگی کنن با طرز تفکرشون ارتباط برقرار نمی کنن. اما اون اقلیت متعصب به خاطر پافشاری و به خاطر تعصبی که دارن بر جامعه حق فرما میشن تعمیمش بدید به شرایط اخیر ایران امیدوارم که واقعا این روزا بگذره و روزهای بهتری رو در کشورمون شاهد باشیم بریم سر موضوع این ویدیو که میخواستم براتون راجب به تجربه دو سال زندگیم توی انگلیس صحبت بکنم حالا تجربه دو سال من توی انگلیس سال اولش من دانشجو بودم که راجب زندگی دانشجوییم و دانشگاه کلی براتون ویدیو ساختم و راجب تجربهم توی سال اول که دانشجو بودم هم یه ویدیو ساخته بودم ده دوازده دقیقه است لینکش رو براتون میذارم بالا سمت راست میتونید اونو ببینید اینجا فقط میخوام براتون از مرحله ای که دانشگاه هم تموم شد و وارد کار شدم و به صورت رسمی میتونم بگم وارد اجتماع انگلستان شدم و به نظر خودم تجربه اصلی زندگی از این مرحله به بعده من درسم که سپتامبر 2021 تموم شد و شروع کارم توی شرکت راهسازی که الان دارم کار میکنم دقیقا چهار روز بعد از پایان تحصیلم بود یعنی یک سپتامبر که فارغ و تحصیل شدم درسم تموم شد پنج سپتامبر من رفتم سر کار اما اینجوری نبودش که من چهار روز کار پیدا کرده باشم من واسه این کار طرفای های عید خودمون اپلای کرده بودم طرفای آخر های آخرهای اردی بهش به من زنگ زدن با هم یه مصاحبه کلی کردن یه مصاحبه دیگه آخرای خورداد داشتم یه مصاحبه حضوری باهاشون طرفای آخرای تیر ماه داشتم و جاوافر منم عواست مرداد بهم به دادن یعنی پروسش پنج شیش ماه من طول کشید اینجوری نبودش که چهار روز من جاوافر بگیرم و برم سر کار پنج سپتامبر من رفتم سر کار کارم رو شروع کردم و شیش ماه های اول خیلی سخت گذاشت واسه من به خاطر اینکه ماشین نداشتم و مجبور بودم مسیر رو هر روز با دوچرخه برم و بیام و خب این تجربه هم صرفا تجربه منه ممکنه که کس دیگه ای تجربه دیگه ای داشته باشه من چون محل کارم خب شرکتی که کار میکنم راه سازیه قطعا محل کارم داخل شهر نیست خارج از شهره اون مسیری که باید با دوچرخه میرفتم و میومدم اصلا مسیر امنی نبود آخرش هم که تصادف کردم و خداش رو که زنده موندم ویدیوش رو براتون ساخته بودم بازم میتونید برید بالا سمت راست ببینید و بالاخره شرکت به این ماشین داد و زندگی یه مقدار روونتر شد حالا تو این یک سالی که من کار کردم محیط کار چجوری بود جامعه انگلستان چه جوری بود آیا ولکامینگ بود واسه ماهایی که خارجی بودیم یعنی ما رو قبولمون داشتن و کلا چه جوری با ما برخورد کردن به صورت کلی همین اول کار اگه بخوام بهتون بگم از ده من میتونم واقعا نهونیم بهش بدم یعنی کلیه شرایط رو در کنار هم قرار بدیم من میتونم نهونیم از ده رو بهش بدم یعنی محیط کار اون اینتراکشنی که بین ما و بقیه کارمندا بود بین حتی بین مدیرمون و من به عنوان یک کسی که خارجیه حتی من این بریتیش هم نیستم مهاجرم و فقط یه سال اینجا بودم و قطعا نه با فرهنگ اینا خیلی آشنایی داشتم اون موقع کارم شروع کردم نه از نظر کاری خیلی سابقه کاری خاصی داشتم که اینجا بتونم مثلا بگم که آره من مثلا این سابقه کاری داشتم و این رزومم بوده و نه از این خبران نبوده ولی رفتاری که با هم میشد واقعا خوب بود اینکه منو توی خودشون توی جمع خودشون راه میدادن با هم واقعا دوستانه برخورد میکردن اینا همش به قولی ساتیسفایینگ یا راضی کننده بود واسه من بازم میگم این صرفا تجربه منه خیلی میپرسن که اه, کار پیدا کردن سخت اونجا یا نه راجب اینم خیلی باستون ویدیو درست کرده بودم به صورت کلی بخوام بهتون بگم قطعا آسون نیست ولی من تا حالا ایرانی ندیدم اینجا که کار پیدا نکنه همهشون کار پیدا کردن دیر و زود داره اما سخت و سوز نداره اه... رفتاری که توی جامعه هم با همون میشه واقعا خوبه یعنی اه... اصلا بحث نجات پرستی اینها شما نمیبینید البته این خیلی بستگی به این داره که کجا زندگی میکنید حتی توی خود لندن هم شما اگر زندگی بکنید محله به محله رفتارهایی که میبینید متفاوت قطعا و نمیشه خیلی تعمیمش داد به همه جا ولی به صورت کلی حالا من دارم صحبت میکنم یعنی جنرالی همه چیز خوب بوده به خاطر اینکه مهاجر هم اینجا خیلی زیاده و یه مقداری این مسئله نجات پرستی اینها توشون حل شده هست سوشال لایفی که اینجا شما میتونید داشته باشید یا زندگی اجتماعی شما اگر بخواید سمت و سوق خیلی بریتیشش رو بهش نگاه کنید اینا خیلی اهل پاب رفتن و آبجو خوردن و بگو بخند توی پاب هستن حالا پاب چیه؟ پاب کافه رستورانه که توش مشروبات الکلی هم سرو میشه و این سبک زندگی واسه بریتیش ها خیلی مورد پسندشونه که اصرا حالا بعد از کار برن پاب دو تا لیوان آبجو بخورن و بگن و بخندن مخصوصا آخر هفته ها پاوا همشون پرن و گروه گروه توشون میبینید که نشستن با همدیگه دیگه دارن گپ میزنن و میگن و میخندن و امثال من و شما رو هم راه میدن لازم هم نیستش که شما حتما باشون همراهی بکنید و آبجو بخورید حتی اگر دوست نداشته باشید که مشروبات الکلی هم بخورید باز هم خیلی ویلکامینگ هستند و باز هم شما توی اون جمع اوکی هستید و احساس نامنی هم نخواهید کرد بازم میگم این صرفا تجربه منه از نظر زندگی و خرید و اینها خب امسال خیلی تحولات سیاسی و اقتصادی توی دنیا زیاد بود یعنی از جنگ اوکراین و روسیه به بعد یک تورم شدیدی رو در کل اروپا فرا گرفت که ماها واقعا اینجا لمسش میکنیم حالا شاید شما با خودتون فکر کنید که ما،, ما که ایرانی هستیم ما تو ایران تورم داشتیم که نمیدونم امروز جنس رو میخریدی فردا ده برابر میشد اینجا هم تورمش تورم بدیه الان یعنی من شیری که می خریدم یه پوند همون شیر شده یک و پنجا پنج یعنی پنجا درصد قیمتش قیمت پیدا کرده یا نون تخم مرغ الان اخیرا مثلا امروز خبر اومد که تخم مرغ پیدا نمیشه و کم بوده تخم مرغ هستش و اینا همش به خاطر همین تحولات سیاسی اقتصادی که به به خاطر جنگ اوکراین و این رو هم در نظر بگیریم که کل دنیا وارد رکود اقتصادی شده یا به قول خودشون رسشن تو این چند وقتی که ما اینجا بودیم توی همین امسال ملکه الیزابت بعد از هفتاد سال حکفرمانی فرمانی بر کشور انگلستان دار فانی ودا گفت و پسرش چارلز شد پادشاه انگلیس و کشور انگلستان که هفتاد سال ملکه داشت دوباره پادشاهی شد و دوباره پادشاه خواهد داشت جشن تاجگذاری پادشاه انگلستان هم اگر اشتباه نکنم هشت می سال 2023 خواهد بود یعنی حدود مثلا 6 ماه بعد و اون روزا هم تعطیل خواهند کرد ما توی انگلستان هشت روز تعطیل رسمی داریم که شما اگر این تعطیلات رسمی رو مثلا با خیلی از کشورهای دیگه مثل آمریکا مقایسهش بکنید میبینید که تعداد تعطیلات رسمی اینجا بیشتر از خیلی از کشورهای منطقه و مثل مثلا حالا کشورهای بزرگتر مثل آمریکا هست این تعطیلات هم خیلی به شما کمک میکنه که یک ورک لایف بالانس خوبی داشته باشید یعنی یک تعادل نسبی توی زندگیتون و توی کارتون برقرار بکنید که این واقعا یه مثبتیه و من تو یک سالی که گذشت داشتم کار میکردم واقعا متوجه شدم یعنی هر جایی که شما احساس میکنید دیگه بریدید و خسته شدید دو سه روز تعطیلی رسمی واسطون کنار گذاشتن که راحت میتونید برید یه نفسی بکشید و یه مقدار از فضای کار دور بشید راجب تورم براتون صحبت کردم خیلی تاثیرگذار بوده یعنی قیمت همه چی رفته بالا از نظر انرژی مثلا شما اگر اینجا یک خونه ای رو داشتید که ماهی 100 پوند قبوزتون می شده، الان شاید با همون مقدار مصرف بشه 300 پوند به خاطر اینکه قیمت برق رفته بالا قیمت گاز رفته بالا و واقعا تاثیر گذاشته روی زندگی همه اما مسئله ای که هستش اینه که ما داریم راجع به کشوری صحبت میکنیم که بالاخره جزو ده تا کشور برتر دنیاست و تورم در کشورهای مثل انگلستان میاد و میره همیشگی نیست که شما چهل سال باهاش دست و پنجه نرم کنی به خاطر مدیریت صحیح به خاطر جایگذاری افراد لایق در پست های درست اینها کنترل میشه شاید الان اوزا اینجا خیلی خوب نباشه ولی قطعا اینجوری هم نمیمونه شاید خیلی چیزا رو نگفته باشم به خاطر اینه که منم مثل شما از نظر روحی مقدار داغونم به خاطر شرایط اخیر ایران امیدوارم که اوزا بهتر بشه و ایران هم بشه یک کشور معمولی و حتی بهتر از معمولی منظورم اینه که نرمال یه کشور نرمال بشه مثل بقیه کشور رو و هم که کشورمون پیشرفت کنه و امثال من که خارج از کشور هستیم به دلایلی بتونیم برگردیم ایران و توی کشور خودمون خدمت کنیم و به کشور خودمون کمک کنیم خیلی مخلصم شاید یه ویدیو دیگه واسه تون بگیرم به چیزایی که صحبت نکرده بودم صحبت کنم بازم شما هر کامنتی دارید این پایین واسه هم بنویسید میتونم کامنتاتون رو کالکت کنم و توی ویدیو بعدی به تمام سوالاتون پاسخ بدم بازم ببخشید اگر چیزی رو که شما میخواستید من بهتون نگفتم ولی دمتون گرم امیدوار باشید و اینکه به امید آزادی